فقط خبرها. چنین محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. مجازات کسی که به گفته ایران اطلاعات محرمانه قاسم سلیمانی را به آمریکا میداد. سخنگوی قوه قضاییه میگوید او به زودی اعدام میشود. نشانه هایی از موج دوم شیوع کرونا در ایران. در آبادان پلیس ویژه مبتلایان متخلف را تعقیب میکند. وداع با نماد تظاهرات ضد نژادپرستی در جهان. اعتراض ها به مرگ جورج فلوید در آمریکا ادامه دارد. و هنرمندی که به ترک‌ها و چاله‌های خیابان جانی تازه می‌دهد. سلام، عصر بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. سخنگوی قوه قضاییه ایران از فردی نام برده که میگوید رفت و آمدهای قاسم سلیمانی را به آمریکا اطلاع میداده. این سخنگو گفته که این فرد به زودی اعدام خواهد شد. ساعتی بعد قوه قضاییه در اطلاعیه اعلام کرد حکم این فرد ارتباطی با کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد ندارد و او پیش از این واقعه زندانی شده بود. کسرا ناجی گزارش میدهد. هنوز همه جزئیات چگونگی کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادهای آمریکایی به اتومبیل او در جاده خروجی فرودگاه بین‌المللی بغداد معلوم نیست. به خصوص اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا چگونه از ورود او کمی بعد از نیمه شب در صبح آن جمعه خبر داشتند. با پروازی با یک هواپیمای ایرباس یک شرکت هواپیمایی خصوصی سوریه از دمشق با 2 ساعت تأخیر. حمله اینجا صورت گرفت، در اول این جاده به بغداد. حالا سخنگوی قوه قضاییه در تهران گفته است فردی که اطلاعات رفت و آمدهای قاسم سلیمانی را به آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها داده در زندان است و به زودی اعدام می‌شود. فردی به نام آقای سید محمود موسوی مجد، فرزند سید کاظم، که هم به سرویس موساد وصل شده بود و هم به سرویس سیا و در قبال اخذ دلارهای آمریکایی برای اونها در حوزه های مختلف امنیتی و به ویژه حوزه نیروهای مسلح من جمله سپاه پیروزمند قدس و همچنین محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی رو جمع آوری کرده بود و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده بود، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. این سخنگو نگفت این فرد در چه دستگاهی بوده و چگونه به این اطلاعات دسترسی داشته. اگرچه تأکید دارد که دستگیری این فرد نشانه قدرت دستگاه اطلاعاتی ایران است و هم او به سزای اعمالش خواهد رسید و هم اربابان او قاطعیت و صلابت و اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران رو مشاهده خواهند کرد. جالب این که کمی بعد سردبیر خبرگزاری میزان که وابسته به خود دستگاه قضایی است سخنان سخنگوی قوه قضایی را رد کرد. در این پیام توییتری او نوشت که فرد نام برده شده هنگام کشته شدن قاسم سلیمانی در زندان بوده و عامل لو دادن او در بغداد نمیتواند باشد. نکته ای که بعد خود دستگاه قضایی هم آن را تایید کرد. کشته شدن قاسم سلیمانی خیلی ها را در ایران خشمگین کرد و ایران و آمریکا را به آستانه یک جنگ تمام عیار کشاند، چیزی که خطر آن هنوز هم کاملا برطرف نشده. اما خبرهای ضد و نقیض امروز حاکی از فشاری است که دستگاه اطلاعاتی ایران بر روی خود احساس می‌کند برای پیدا کردن عامل لو دادن رفت و آمدهای قاسم سلیمانی. دستگاه‌های اطلاعاتی که قبلا خیلی‌ها را حتی برای جرم‌هایی که مرتکب نشدند به زندان انداخته و حتی اعدام کرده است. کسرا نجی، بی بی سی. ساعتی پیش با همکارم پوریا ماهرویان در همین زمینه صحبت کردم و از او پرسیدم در مورد سید محمود موسوی مجد که به اعدام محکوم شده چه میدانید؟ اطلاعات خیلی زیادی نیست، فقط یه اسم شنیدیم امروز از آقای غلام حسین اسماعیلی، ولی لابلای صحبت آقای اسماعیلی خیلی هم کوتاه بود، میشه فهمید که
به نوعی در سپاه قدس بوده، چون میاد میگه که اطلاعات امنیتی رو به آمریکا و موساد میداده و به خصوص اطلاعات نیروهای مسلح و به ویژه سپاه قدس. خب این نشون میده که به احتمال زیاد جزء کادر سپاه بوده و اگه کسی بوده که اطلاعاتش قابل ارزش بوده، ارزشمند بوده برای سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا، پس باید به نوعی نزدیک به قاسم سلیمانی بوده که این اطلاعات گرفته و میشه فهمید که شاید به احتمال زیاد در سپاه بوده. و در این حال بحث این مطرح شد که بعدتر، یعنی خود قوه قضاییه اعلام کرد که او در زندان بوده در زمان این اتفاق. بله، اولش که میان میگه که مستقیم، چون این اولین نفری که اسم برده میشه که در رابطه با کشته شدن آقای سلیمانی دستگیر شده، قبلا اسمی برده نشده ولی گفته بودن چند نفر بازداشت شدن یا بازجویی شدن. قوه قضاییه سخنگوش میاد میگه که اینو محمود موسوی در زندان به اعدام محکوم شده و به زودی اعدام میشه. کمتر از یک ساعت بعد قوه قضاییه دوباره اعلام میکنه نه، قبل از دستگیر شدن آقای، قبل از کشته شدن سلیمانی آقای موسوی دستگیر شده، یعنی نزدیک یک سال و نیم قبل در مهر 97 و در شهریور درست 4 ماه قبل از کشته شدن آقای سلیمانی آقای موسوی به اعدام محکوم شده. و میخوام بگن که این به هم ربطی نداره، ولی مشخصا آقای اسماعیلی میگه ترددها و محل استقرار آقای سلیمانی رو گزارش میکرده به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا. و چقدر سابقه داره درز اطلاعات از سپاه ایران به در واقع بنیادهای جاسوسی مثل موساد و سیا که سخنگوی قوه قضاییه میگفت؟ ببینید، در دست کم در 2 تا 3 سال گذشته اسپای زیادی ما میشنویم که در رابطه با جاسوسی به ضرر سپاه، برای به نفع نیروهای سرویس اطلاعاتی خارجی کسانی دستگیر شدن، به اعدام محکوم شدن، خیلی هاشو تکذیب میکنه سپاه. مثلا سال گذشته درست 3-4 روز قبل از جابجایی فرمانده کل سپاه، علی نصیری سرتیپ 2 علی نصیری از حفاظت اطلاعات سپاه، حفاظت سپاه برداشته میشه، چند روز بعد فرمانده کل سپاه عوض میشه. ولی خب بعد میان مثلا خبرگزاری فارس مدیا مصاحبه میکنه با آقای نصیری و عکسش هم میذارن تو مراسم معارفه فرمانده جدید و آقای نصیری میگه که قراره به من یه مسئولیت دیگه بده و جاسوسی اصلا در نبوده، تکذیب میکنه. ولی از اون موقع ما خبری از آقای علی نصیری نمیشنویم. یا سال گذشته کسی در رابطه با جاسوسی در نیروی هوافضای سپاه دستگیر میشه و اعدام میشه. مهم اینه که آمریکا به هر حال قاسم سلیمانی رو تحت نظر داشته. در مستندی که بی بی سی سال گذشته پخش کرد، یک فرمانده نیروهای مسلح آمریکا در عراق، ما از سال 2006 آقای سلیمانی رو تحت نظر داشتیم، به ما اطلاعات میرسید کجا داره میره، کجا هستش. به هر حال اگه این اطلاعات در رابطه با آقای سلیمانی، چه سپاه، کسی یک نفوذی سپاه یا جاسوسی در سپاه این اطلاعات رو به آمریکا یا اسرائیل داده، چه خود آمریکا ردگیری کرده رفت آمدهای آقای سلیمانی، این فشاری که روی سرویس اطلاعاتی ایران به خصوص سازمان اطلاعات سپاه هست. پوریا ماهرویان بود. در ایران پیام درفشان وکیل دادگستری بازداشت شده. سعید دهخان وکیل آقای درفشان گفته برای او پرونده جدیدی تشکیل شده اما جزئیاتی از این پرونده در اختیارش قرار نگرفته. چند روز پیش علی مشتهدزاده یک وکیل دادگستری دیگر هم دستگیر شده بود که به گزارش خبرگزاری هرانا امروز با وثیقه 400 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شده. وزارت صحت افغانستان میگوید در شبانه روز گذشته 542 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 را شناسایی کرده. طی این مدت 15 نفر هم بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند. به این ترتیب آمار رسمی جان باختگان بر اثر این بیماری به 384 نفر رسیده. در این حالی وزارتخانه میگوید آمار واقعی مبتلایان و جان باختگان به مراتب بیشتر است، چرا که 80-85% افراد مبتلا علائم جدی ندارند و به مراکز بهداشتی مراجعه نمی کنند. با وجود نشانه‌های حاکی از آغاز موج دوم کرونا در بعضی از نقاط ایران، روند بازگشایی‌ها رفته رفته شروع شده. همزمان وزارت بهداشت سخنگوی خودش رو که به چهره اصلی خبررسانی درباره وضعیت کرونا در کشور تبدیل شده بود، عوض کرد. طبق آمار رسمی ایران در شبانه روز گذشته بیش از 2000 مبتلا به کرونا شناسایی شده و 74 نفر به علت ابتلا به این ویروس جان باختند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
حرفهای مسئولان ایران درباره گسترش دوباره ویروس کرونا زد و نقیض است، ولی نشانه ها همه حاکی از شروع موج دوم دارد. اما شدت آن هنوز روشن نیست. با بیش از 3 میلیون مورد مسافرت در هفته گذشته تعجبی هم نداره. نه دستکش گذاشتین، نه ماسکی. والا چی بگم؟ کرونا تعطیل. تمام شد. تمام. اما همه از رعایت نکات بهداشتی خسته نشدند و میکوشن همچنان رعایت کنند. من از نظر اجتماعی دارم ماسک میذارم که دیگران یاد بگیرن. هر کسی باید به نوبه خودش بهداشت رو امید رعایت کنه. فاصله اجتماعی رعایت نکویدی، ماسک دستکش هم نداریدی، از کرونا نترسی؟ چی بدرسم؟ و این دوگانگی در رفتارها نگران کننده است. عده‌ای رعایت کنن، یه عده‌ای رعایت نکنن، این مشکل ادامه پیدا میکنه، به ضرر جامعه است به هر حال. از همین جهت است که برای اولین بار از تشکیل پلیس کرونا در ایران خبر داده شد. فعلا فقط در آبادان. تجربه مشابه بعضی کشورهای دیگری که پلیس کرونا به راه انداختند، مثلا اینجا در کنیا و یا هند. بسم الله الرحمن الرحیم. پلیس کرونا تشکیل بشود یا نشود، دیگر از کیانوش جهانپور خبری نخواهد بود که در مقام سخنگوی وزارت بهداشت دیروز آخرین کنفرانس خبریش را برگزار کرد. یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. ولی امروز در کنار جانشینش سیما سادات لاری ظاهر شد. چهره کیانوش جهانپور چهره آشنای کارزار ایران برای مقابله با کرونا بود، اما ظاهرا در شبکه‌های اجتماعی مطالبی نوشته بود که باعث ناخشنودی وزیر بهداشت شده بود. میزان کشندگی ساعتی پیش از این کنفرانس خبری یک عضو دیگر نظام بهداشت و درمان مقابل دوربین‌ها قرار گرفت تا توضیح بدهد چرا آمار مرگ و میرهای کرونا در ایران کمتر از کشورهای غربی بوده. فاکتور خیلی مهم و تعیین کننده بافت سنی نسبتاً جوان کشور ما هست که و همینطور این توضیح که چرا آمار مبتلایان به کرونا در ایران رو به گسترش است. یک ماه اخیر میزان تست موارد مشکوک به بیماری کووید رو به طور قابل توجهی افزایش دادیم. بعضی از بازگشایی ها اتفاق افتاده، قطعا بازگشایی ها تاثیر بازگشایی ها بر شیوع بیشتر کرونا حکایتی است تکرار شده در بسیاری از کشورهایی که با وجود تثبیت نشدن اوضاع ناگزیر به بازگشایی ولو نیم بند شدند. بازارهای تهران نمونه ای از بازگشایی‌های محدود و مشروط هستند. یا مهد کودک‌ها که قرار است از 24 خرداد به طور محدود و مشروط بازگشایی شوند. ظاهراً قرار است روند بازگشایی‌ها استان به استان فرق کند، بسته به وضعیت هر استان. فعلا نگاه‌ها به چند استان خاص معطوف شده. الان خوزستان و بعضی از استان‌های دیگه نظیر آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، هرمزگان استان‌هایی هستند که نسبتاً بیشتر از بقیه استان‌ها درگیر هستند. ولی در تهران هم خبر از افزایش 3.5% آمار مراجعان آمده. از سنندج هم گزارش‌های مشابهی می‌رسد. و همینطور از رشت. در این هفته اخیر با افزایش حدود 5-10% در پذیرش بیماران بستری در بیمارستان‌های مختلف مواجه بودیم. و با وجود این وضعیت خیلی‌ها از احتیاط کردن خسته شدند. و این برای آنهایی که نگران تکرار روزهای تلخ و پر اضطراب اسفند سال گذشته هستند کلافه کننده شده. همانقدر کلافه کننده که برای این نجات غریق‌های سواحل خزر. نه هم کرونا، هم خطر غرق شدن، ولی بازم توجه ندارن. میان. شاید موج‌های سواحل دریای خزر برای مسافران حاوی یک پیام است. پیامی از احتمال غرق شدن در یک موج دوم. سیاوش اردلان، بی بی سی. در آمریکا امروز مراسم تدفین جورج فلوید با حضور اعضای خانواده و نزدیکانش در شهر هیوستن برگزار میشه. او 15 روز پیش در مینیاپولیس حین بازداشت پلیس کشته شد. مرگ او اعتراض‌های ضد نژادپرستی در آمریکا و جهان رو شعله‌ور کرد. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آتی که به دیدار خانواده فلوید رفته گفت به نظرش جورج فلوید جهان رو دگرگون می‌کنه. هادی نیلی خبرنگار ما برای پوشش مراسم تشییع جورج فلوید به هیوستن رفت. در اوج گرما صف بستند تا برای آخرین بار به همشهریشان که حالا یک چهره ملی و جهانی شده ادای احترام کنند و همبستگی در عدالت‌خواهی برای یک قربانی دیگر بدرفتاری پلیس در آمریکا. برخی سوگوار یک دوست دوران مدرسه یا یک همسایه سابق بودند، ولی برای آنها هم مثل بقیه این هم جزوی از جنبشی بود که دو هفته است سر تا سر آمریکا را در بر گرفته. از روزی که همه دیدند چطور جورج فلوید زیر زانوی مأمور پلیس از حال رفت و جان سپرد. امیدوارند این بار تغییری اساسی محقق شود.
برای چند هزار نفری که اینجا جمع شدن تا برای آخرین بار با پیکر جورج فلوید وداع بکنند، این لحظه لحظه نمادی نیست از امید اونها به اینکه شاید این حادثه و عزم و اعتراضی که در آمریکا برانگیخت باعث بشه که تغییری و اصلاحی در روند برخورد پلیس آمریکا با اقلیت‌ها و به خصوص سیاه‌پوستان رخ بده. در پایتخت اعضای دموکرات مجلس نمایندگان 8 دقیقه و 46 ثانیه در سکوت زانو زدند تا یاد جورج فلوید را که در آخرین لحظات عمرش برای این مدت زانوی پلیس برگردنش بود گرامی بدارند. آنها طرحی فراگیر به کنگره پیشنهاد دادند که شیوه های مرگبار پلیس متوقف شود، بر رفتار پلیس نظارت شود و امکان پیگرد ماموران خاطی فراهم شود. خواست دست کم بخشی از معترضان فراتر از این هاست. آنها که معتقدند اصلاحات در همه این سالها جواب نداده، خواستار کاهش بودجه یا حتی تعطیلی پلیسند. از جمله در مینیاپولیس، شهری که جورج فلوید در آن کشته شد. اکثریت شورای شهر وعده داده که پلیس را منحل کند و وظایفش را به نهادهای محلی بسپارد. راه حلی که شاید برای خیلی از آمریکایی‌های همدل با اعتراض‌ها هم نگران کننده و مبهم باشد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در دیدار با گروهی از مقام‌های انتظامی با ایده‌های به گفته او رادیکال مخالفت کرده و گفته خطای چند نفر نباید منجر به تعطیلی پلیس شود. پلیسی که به قول او مایه آرامش و آسایش خاطر آمریکایی هاست. رقیب انتخاباتی او جو بایدن به هیوستن آمد تا حضوری به خانواده جورج فلوید تسلیت بگوید. ستاد این نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری گفته که او هم مخالف انحلال پلیس است و در عوض حامی اصلاحات برای جلوگیری از تکرار این رفتارهای مرگبار و برای افزایش شمار پلیس‌های غیر سفید پوست. معترضان که همچنان در شهرهای مختلف تظاهرات می‌کنند و این هزاران نفری که برای بدرقه جورج فلوید به این کلیسا آمدند، امیدوارند این توجه عمومی در آمریکا به تغییراتی منجر شود که جلوی تکرار چنین تراژدی‌هایی را بگیرد. هادی نیلی، بی بی سی، در هیوستن، تگزاس. همونطور که هادی هم گفت، دموکرات‌ها که اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا رو در دست دارن، طرح جدیدی رو برای اصلاح ساختاری نیروهای پلیس ارائه کردن. طرح پیشنهادی امکان دادرسی و شکایت از پلیس رو آسان‌تر می‌کنه و استفاده از فنونی که روی گردن یا مجاری تنفسی فشار میاره رو ممنوع می‌کنه. این طرح همچنین مقابله با نژادپرستی در نیروی پلیس رو هم مورد توجه قرار داده. دونالد ترامپ اما دموکرات‌ها رو متهم کرده که می‌خوان پلیس رو منحل کنن. همکارم خشایار جنیدی از واشنگتن با ما هست. خشایار، چقدر این طرح واقعا شانس این رو داره که در مجلس نمایندگان تصویب بشه؟ بستگی به این داره که در مجلس نمایندگان که اکثریت در اختیار دموکرات هاست، اما اینکه تصویب بشه و قانون تبدیل بشه، بستگی به این داره که تا چه حد جمهوری خواهان در مجلس سنا با اون همراهی کنند. البته جمهوری خواهان قصد دارند که یک طرح تقریبا مشابهی رو خودشون ارائه بدن و کمیته قضایی سنا که در اختیار جمهوری خواهان هست هفته آینده در این باره جلسه خواهد داشت. اما نکته مهم در مورد این طرحی که دموکرات‌ها در حال حاضر ارائه کردن در کنگره بر این هست که ادارات پلیس در شهرها، بخشها، شهرستانها و ایالتهای آمریکا رو موظف میکنه که این اصلاحات ساختاری رو به اجرا بگذارن، اصلاحاتی که در این قانون در نظر گرفته میشه و گفته شده هر کدوم از این ادارات که البته به طور مستقل عمل میکنند این اصلاحات رو به اجرا نگذارن، بودجه فدرال دریافت نخواهند کرد. بنابراین فشار مالی رو بر اونها گذاشتن با هدف اینکه آموزش داده بشه به نیروهای پلیس که چه مواردی نژادپرستانه هست، چگونه در این باره اقدام بکنن که اعمالشون نژادپرستانه نباشه، از چه تاکتیک‌هایی استفاده کنن که خطر جانی برای بازداشت شدگان نداشته باشه و اینکه از سلاح‌هایی استفاده نکنن که به گفته دموکرات‌ها سلاح‌های جنگی هست و در سال‌های گذشته به طور افزاینده‌ای در اختیار پلیس قرار گرفته. از پلیس به شدت انتقاد شده بعد از مرگ جورج فلوید، ولی بین دموکرات‌ها و جمهوری خواهان چه اختلاف نظرهایی هست بر سر این موضوع؟ هم اختلاف بین دموکرات‌ها و جمهوری خواهان هست و هم اختلاف بین دو طیف مختلف حزب دموکرات. بخش‌های چپتر و لیبرالتر مانند آن چیزی که در شورای شهر مینیاپولیس دیدیم خواهان انحلال پلیس هستند. حتی اگر صحبت از انحلال پلیس نکنن، صحبت از این میکنن که بودجه پلیس به حد زیادی باید کاهش پیدا کنه و اون بخشی که از پلیس گرفته میشه اون مبلغ رو بعد در اختیار طرح‌های اجتماعی قرار داد. شهردار نیویورک این کار رو داره میکنه، شهردار لس آنجلس هم اعلام کرده که این کار رو خواهد کرد.
اما طرحی که به کنگره ارائه شده میشه این رو به عنوان موضع رسمی حزب دموکرات در نظر گرفت، بر این مبنا که خواهان اصلاحات ساختاری و اساسی در سطح پلیس در کل آمریکا هستند، اما در پی این که پلیس رو منحل کنند نیستند. جو بایدن کاندیدای دموکرات ها هم در مصاحبه که با سی بی اس داشت تاکید بر این کرد که در پی انحلال پلیس یا کاستن از بودجه پلیس نیست. بعضی از جمهوری خواهان دارند عکس این رو به دموکرات ها نسبت میدن و میگن که اونها در پی این هستن که پلیس رو منحل کنن و این باعث بیقانونی و بی‌نظمی میشه. آقای ترامپ هم در واکنش به طرحی که در کنگره ارائه دادن دموکرات ها توییت کرد بر این مبنا که چپگرایان افراطی میخوان که پلیس رو بودجهش رو قطع کنن و پلیس رو ترک کنند. من خیلی متاسفم، من رئیس جمهور قانون و نظم هستم. ممنونم ازت خشایار خشایار جنیدی، همکارم از واشنگتن. در حالی که دو هفته از کشته شدن جورج فلوید میگذره، اعتراض ها برای ریشه‌کن کردن نژاد پرستی و تبعیض در دنیای ورزش هم ادامه داره. در همین حال بحران کرونا باعث شده بسیاری از مسابقه های ورزشی یا تعطیل باشن یا پشت درهای بسته برگزار بشن، ولی این مانع نشده تا صدای اعتراض ورزشکاران به گوش مردم برسه، یا شاید بهتر باشه بگیم نرسه. پوریا ژافره گزارش میده. AJ Anthony Joshua. دنیای ورزش از جمله زمینه‌هایی بوده که سیاه‌پوستان در آن فرصت درخشش بیشتری پیدا می‌کنند، مثلا در قیاس با سیاست. در هر گوشه دنیا، هر ورزشی که نگاه می‌کنیم، قهرمانان درجه یک سیاه‌پوست می‌بینیم. یکی از بزرگترین آنها آنتونی جاشوا، بوکسر بریتانیایی که 3 کمربند از 4 کمربند قهرمانی جهان را در اختیار دارد. او این هفته یکی از معروف‌ترین چهره‌های حاضر در تظاهرات ضد نژادپرستی در لندن بود. آنتونی جاشوا یا AJ هم مثل بسیاری دیگر از سیاه‌پوستان از تبعیض نژادی که سال‌هاست با آن روبرو بوده ناراضی است. ویروسی بین ماست که عذرخواهی بلد نیست. ویروسی که به همه جا سرایت کرده، به ورزش، به مدارس، به کلیسا، به صنعت سرگرمی و رسانه، حتی به دولت‌ها. ویروسی همه‌گیر که کنترلش خیلی سخته. راجع به ویروس کرونا حرف نمیزنم. این ویروس نژادپرستیه. تا کی میخوایم بذاریم که این ویروس شیوع پیدا کنه؟ در حالی که واکسنش رو هم داریم. واکسنش ما هستیم. ما میتونیم جلوش رو بگیریم. من و تو. اعتراض‌های ضد نژادپرستی اخیر لندن اما سابقه ای طولانی تر از این روزها و کشته شدن جورج فلوید به دست پلیس دارد. اعتراضی با زانو زدن هنگام نواخته شدن سرود ملی آمریکا سر مسابقه های ورزشی، حرکتی به ابتکار کالین کیپرنیک، بازیکن فوتبال آمریکایی، بازیکنی که به همین دلیل از مسابقه ها کنار گذاشته شد. اما حالا نه تنها از او عذرخواهی شده، بلکه پلیس آمریکا هم با این مدل زانو زدن به معترضین پیام می‌دهد که خشمشان را درک می‌کند. حرکتی که در دنیای ورزش حالا فراگیر شده و حتی به فدراسیون جهانی فوتبال هم توصیه شده که این نوع اعتراض‌ها را حمایت کند. کاری که الان نباید در ورزش انجام داد برخورد با این اعتراض هاست که یک نوع فعالیت اجتماعیه. باید این حرکت ها رو درک کنیم تا ورزش بتونه الگوی مؤثری برای بقیه باشه و به اون عدالت اجتماعی که خیلی وقت منتظرش هستیم برسیم. نژادپرستی و تبعیض، مشکلی که در پایان بهار 2020 مورد توجه جهانی قرار گرفته و دنیای ورزش با شعار رقابت منصفانه و جوانمردانه برای ریشه‌کن کردن این موزل به حرکت در آمده. پوریا ژافره، BBC. بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده اقتصاد جهانی در سال 2020 میلادی نسبت به سال قبل 5.2% کوچکتر میشه. بر اساس این گزارش، شیوع کرونا به شدت بر اقتصاد جهان تأثیر گذاشته و این شدیدترین رکود در 80 سال گذشته بوده. همچنین گفته شده اگر شیوع کرونا زودتر از پیش‌بینی‌ها مهار نشود، صدمات اقتصادی ناشی از اون ممکنه بزرگتر هم باشه. و حالا به دیدن هنرمندی بریم که برای خلق آثارش از درز دیوار و چاله‌های کف میدان الهام می‌گیره. دیوید زین اهل آمریکاست و استاد نقاشی با گچ. کارهاش از ایستگاه‌های متروی منهتن تا روستاهای سوئد و گوشه و کنار خیابان‌ها در تایوان دیده شده. دیوید زین در گفتگو با BBC از دلایلش برای نقاشی کشیدن گفت. The
important question isn't when did I start. که من کی نقاشی رو شروع کردم. اینه که خود شما کی نقاشی کردن رو گذاشتین کنار. و از اون مهمترین که چرا؟ فکر می‌کنم دلیل این که در خیابون و پیاده رو نقاشی کردم این بود که نتونسته بودم جای دیگه هنرمند موفقی بشم. آثار دیوید الهام گرفته از اشیاء تصادفی و ترک‌های کف خیابان‌ها و پیاده‌روهاست. هنری که تو خیابونه یا دقیق‌تر بگم هنری که زیر پای شماست بخشی از زندگی روزمره‌تونه. شاید امروز قصد دیدن کارهای هنری رو نداشتید، اما خب این یکی رو دیدید. کارهای دیوید تماماً با گچ خلق شده، یعنی خیلی راحت در باران شسته میشن و از بین میرن. او به عنوان هنرمندی خودآموخته معتقده که برای خلاقیت باید به خودمان باور داشته باشیم. مغلوب ناباوری به خودتون نشید. تا 5 سالگی همه ما هنرمندای بی‌نظیری هستیم. بعد یاد میگیریم درباره توانایی‌های خودمون تردید کنیم. ضمناً یادمون باشه که آدم‌ها حق دارن مداداشون رو دور بندازن و هرگز نقاشی نکنن. چرا؟ چون هنر اصلی و خلاقانه اونا شاید چیز دیگه ای باشه، مثل مجسمه سازی یا رقص یا آشپزی، یا حتی اینکه جوکی رو به زیبایی تعریف کنن، یا اینکه فقط و فقط برای لذت بردن حبه های قند رو به طرز خاصی روی هم بچینن. همه اینها هنر به حساب میاد. همه اینها خلاقیت و برای روح و روانتون مفیده. دیوید نقاشی‌هاش را در لحظه و بسته به وضعیت محل خلق می‌کنه. در همه جای دنیا هم نقاشی کرده. او معتقده که هنر اهمیت خاصی در دوران همه‌گیری‌هایی مثل کرونا داره. علم شیوه حل مشکلاته، اما هنر شیوه کنار اومدن با مشکلاته. البته زمان زیادی می‌بره تا علم مشکلی رو حل کنه و این مدت رو مجبوریم یه جوری سر کنیم. مغز در این مدت تلاش میکنه به روش خودش کمک کنه و فکر میکنه به اینکه چه کارهایی رو باید بکنیم و چه کارهایی رو داریم اشتباه انجام میدیم و این آدمو بیچاره میکنه. به نظر من خلاقیت هر چی که باشه کمک میکنه اون قسمت از مغز شما خفه خون بگیره، همون قسمتی که داره تلاش میکنه اما نمیتونه کمکی به شما بکنه. هنرمند به هر حال از چالچوله‌های خیابان هم میتونه استفاده بکنه برای کارش. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید. تا دقایق دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.